فراموش نکن که 80% موانع در درون ما هست. این در ذهن خود بسپار. همین که میگیم نمیشه، همین که میگیم صبح، همین که میگیم خب فلانی که خونده در کجا هست، همین که میگیم برو خیر هست، وقت زیاد برو در هست، حالا خواهی مهم در. و یک چیز دیگر هم برای شما میگیم، قبلا هم گفتیم برای شما، ببینیم ما در 4 دن زندان بسر موبیم آدم ها. چند زندان؟ 4 زندان. یک زندانی هست که زندان تاریخ هست. مثلا کشیشتیم پیش آدم ها، مگه میفهمی با پول از من 18 سیر را پشت میکرد از بروی در مری آباد میدارد. ما نوازی یک چنین آدم هست. خب بوده دیگه با پول که بودم خدا رحمتش کنه مرده رفته دیگه. خود چی کار میکنی؟ خود مالا نان بچه جیب یا نان جیب آوه هستم دیگه. من خودش کار نمیکنم، ناغم مرا پیدا رو در خانه مردم کارا میشم ایران میدارم مخروم میشنم. ما همیشه در تاریخ بند مانده. میگم در تاریخ در گذشته ما یک چیمین کسایی بوده. با کلون از ما کسایی بوده. خودت چی میتونی؟ از این ببار. تاریخ هرچی که بوده بوده. امروز چی میتونی؟ یا مثلا میگم عبدالرحمن 62% مردم ما قتل عام بود. خب از این 62% قتل عام شدیم پس بنابراین حالا ما دیگه نمیشیم. هیچ کار نمیشیم. دست روی دست بگذار قرار بشیم. شلیخ بخار پرده. زندان دوم زندان طبیعت. قوه جاذبه زمین ما رو نمیگذاره که پرواز کنیم. از مردن نمیتونیم نجات پیدا کنیم. از طوفان و زلزله و سیل نمیتونیم نجات پیدا کنیم. اینا خشم طبیعت هست. اینا رو نمیتونیم. اما امروز میتونیم. خداوند یک نیروی را در درونی بشر گذاشتن. اگر ما از او واقعا استفاده بکنیم ما میتونیم طبیعت را مهار کنیم. امروز در ژاپن اولین چیزی را که نو تولد میشه طفلش به جای آذان گفتن میره در گوش طفل خود چی میگه؟ میگه بچه تو یا دختری عزیزم تو یک ژاپنی، تو در ژاپن تولد شده، تو نه نفت داره نه الماس و طلا داره، تو باید خودت همه چیز رو مدیریت کنی و کلی مفکر باشی. امروز ساختمانای 50-60 منزل 100 منزل جور کردن ولی به صورت فنر بسیار زمین سرزمین زلزله‌خیز اما نمی چپه نمیشه مثل فنر خاک میشه ساختمان ژاپن. یعنی قدرت عقل بشر هست. پس بنابراین ما از زندان طبیعت هم تنیستیم یک مقدار فرار کنیم. با قدرت عقل خود ما تیاره را ساختیم، الانسان و یتیم رو به قدرت عقل ساختیم، ما پلو ساختیم به کره های دیگر سفر میکنیم، از کوه جاذبه زمین فرار میکنیم. و انسان قرار در سال 2200 به بعد انسان تبدیل شده به انسان نامیرا که دیگر نموره جوان بمونه میشه. خب و زندان چهارم زندان سوم زندان طبیعت چه زندان اجتماعی. زندان اجتماعی یعنی که گبی مردم برای دیگران زندگی. خب نظر دیگر رو خورده مگر ما نظر نکنیم باز مردم بار چیز میکنیم. در توی اگر کم مصرف کنیم باز مردم چی میگن؟ خب فلانی توی دن انگوشتر اطلاع داره خدای نخواسته اگر ما یک دل داشته باشون باز چی اتفاق کنیم؟ همه را به چیز رو برمیم. جوراب سبز نمیپوشیم برای از اینکه مردم ما رو درد میگن. همه را برای مردم، نان مخوریم برای مردم، توی مونیم برای مردم، ازدواج کنیم برای مردم، برای حرف مردم، خانه می‌سازیم برای حرف مردم، به مکتب اگر آن می‌کنیم طفل خود هم برای حرف مردم. ما خانواده سراغ داریم که هیچ نیاز نبود که بچه دو موتورسیکل شخصی داشته باشه چون یک موتورسیکل در خانهش بود ولی رفت یک موتورسیکل نو رو در 80,000 بخرید. چرا؟ برای از این بود کلا بچه فلانی داره خب بچه نمیشه بچه اسم شخصی نمیشه. خب بچه از تو آیا پرسون کردون بچه از تو در کدام اداره کار میکنه؟ در اداره کار نمونده در مکتب مرا ما اتون بگذار در مکتب قد پای تو رو باید که بفهمه که پیاده گشتن سخته ما کار کنیم برای خود پول در بیاره ببینه که دیگر را دارم من ندارم تا خودش تجربه کن. یک از اشتباه های بزرگ ما آدم هاییه که ما کسایی در جهان سوم زندگی منیم که پول هنگفتی در اختیار فرزندان کردن پول این حساب نشده این کار خراب و زندان چهارم زندان خیشتن هم. ما بیشتر روی زید بحثی زندان خیشتن چی؟ زندان خیشتن زندان هستی که
ما اسیری هواهای نفسانی خود هستیم، اسیری ترس خود هستیم، اسیری چنبلی خود هستیم، اسیری امروز فردا کردن خود هستیم، اسیری کامفورت دنیا سایه هم می خود هستیم. اینه از این اسارت باید خود نجات بدیم. همون که من بگیم 80% موانع در درون ما هست، اینه به زندان خیشتن. هرچه نفس ما گفت او کار رو میکنه. بنابراین تمرینی را که ما قراره با شما کار بکنم اینه که ما کنترل مغز خود را اختیار خود بگیم. اگه این کار تنیستیم تبدیل میشیم به آدم بزرگ. آدم های بزرگ یعنی کار کرد. خب حالا یک از کارهایی که ما چرا تنبلی میکنیم، مغز ما همیشه تمایل داره که وضعیت موجود حفظ شد. اما صاحب امن خود ما در اون زندگی کنیم، اما پیله نرم خود بخوابیم، از اون بستر نرم خود بیرون نریم. چرا؟ مگه بیرون نرو، شکست مخوریم، سرمایت، ترس، شکست، سختی هایت، نرو. وقتی ما این رو با یک از شاگردان خود کار کرده بودم، پارسال یک شاگردان ما دستیم به 12 روز دیگه فیدبک داد، من رفتم به زیارت کو. در نیست فکر رسیده بودم، واقعا خسته شدم. بعد و مغز من به من میگفت که پس پاشو بوده، یه سکی نرفت پس پاشو بوده. خب من میخواد رام بیم. یک دفعه به یادم آمد که مغز من رو بازی میدم. گفت از همون که دوباره با انرژی بیشتر حرکت کردم. حرکت کردم رفتم رسیدم. پس پاشو بوده. پس بنابراین مغز ما همیشه کوشش میکنه حالت موجوده حفظ کنه، بازی زیر نخ. یعنی بازی هست. فریب هست. ترفند هست. همیشه هر کاری را که شروع کردیم با آخر برسیم. بازی مغز خود نکنه. دوم حالت حفظ حالت موجوده هم حواس پرتی. برای حفظ حالت موجوده ترفندی که مغز به خرج میده میگه حواس ما پرت میشه. ببینید کتاب پیش روی خود باز کردی کتاب بخونی، یک دفعه میبینی که تلفن دینگ مسیج اومد، تلفن رو میگیری، باز در تلفن که رفتی داخل شده، یک وقت میبینی که یه بارم با خانم فلانی یا آقای فلانی چت کرده و از اون طرف هم سر سنگین شده که کتاب قاب کنی میگه امروز وقت خلاص هست. ما به تمام از اون طرف کنیم بیا که دیگه دیگه بیرار کنشن. وقت خلاص شد. پس بنابراین وسایل حواس پرتی از خود دور که وقتی خواستی کار انجام میده. درست هست؟ یا چایبر چای رو مثلا حتی میگه و سرو کنم از وقتا. ولی من بهترین رویش رو برای شما پیشنهاد میکنم اینه که عادت بگیم خود را. همیشه جایی برای شما جای صاف سوتره پیدا نمیشه که هیچ چیز نباشه، یک جای استاندارد باشه شما مطالعه کنید. شما باید یک جای مطالعه کنید که مردم مرا و میا مثلا مثل ترمینال میدان هوایی 8 ساعت انتظار داره پرواز تو به تعویق افتاده. از 8 ساعت خود باید استفاده کنید. یا صف نانوایی است مثل چند روز پیش بگه گازا قطع شده بود کلی بیمار به صف استفاده میشه. خود در این وقت خودم تو بدین 10 دقیقه در صف استفاده میشه استفاده کنید. همیشه جای استاندارد است، غالمغال است، در اون طرف مثلا سلمونی که دکان همسایه تو اینگری چاق چاق زده به این هست. این طرف دیگه جاناتون رو چلان کده مثلا آقای ایدری مثلا هولدینگ کاری میکنه. همیشه کار از رو تحتیل کنه مثلا. پس بنابراین آقای محمدی باشن. به اون خاطر هسته که من پیشنهاد میکنم برای شما که چی کنم؟ خود را عادت بدیم با مو فضایی که هر کمه هسته باید بتونیم مطالعه کنیم. و تکنولوژی که ما ازش بیشتر نام گرفتیم، نمونهش مثلا فیسبوک یا موبایل، اینا شمشیر دولبه هست. شمشیر دولبه هست. با یک لبش شما میتونین آدم بکشین، با یک لبه دیگه ازی میتونین که کار به نفع خود بکنن. پس بنابراین از این لبش که آدم میکشن، استفاده نکنن. صحیحن؟ ما در درون تلفن خیلی چیزایی داریم. ولی چگونه از تلفن استفاده نمیکنن؟ برای چند کار؟ یک، پاپچی، دو، فیسبوک، سه، واتساپ، چهار، چه؟ اینستاگرام، دیگه چی؟ چه گفتی نوبت سه؟ مسنجر، همه ایشی، آره، تازه یایشی. بعضی کسان بسیار بسیار اگر لطف کرد به خود ایمیل هم باز کنه. اگر ایمیل داشت، ایمیل رو جواب میگه. ولی بعضی کسایی تلفن رو میخوره و طرف مسلط داره، تمام چیز خواهش کنه. یک نمونهش ما اونجا داریم درست هم بنابراین از این استفاده کنیم. این امکانات خیلی زیادی دارد و
ولی استفاده کنیم. ما میتونیم مثلا هزاران جلد کتاب در این بندازیم. امروزه نیازم نیست که شما بخونید، خواندن بلد باشید. کتابای صوتی خیلی زیاد است، با این چی بندازیم؟ گوشی بزنیم قرار بشین کیف کنم، چای بخورم، کتاب بشنوم. میفهمین یک کتاب را کتاب جلستی نقش فصل در ما یک شاخ است. یه یک شاخ. میتونیم استفاده کنیم. از خاطر تکنولوژی شمشیر دولبه دوستان استفاده کنیم از لبه دیگه شم. خب، فیسبوک حالا 750 میلیون نفر 7 میلیون 500 هزار چی؟ 750 میلیون چند نفر؟ 700 میلیون 750 میلیون نفر استفاده از فیسبوک ولی 10 میلیون آدم ها معتاد معتاد تنها اینه که شما چی بگیرید؟ چرس رو مثلا تریاق ارمین رو بگیرید باز رو اون که کش گیرید باز همه آدم ها رو چی بوش کنید؟ ببینید این اینه که ما در فیسبوک داخل میشیم خود کنده نمیتونیم احتیاط برسیم؟ در پابجی که داخل میشیم پس کنده نمیتونیم خود به احتیاط و بعض کسان از پابجی مثل رضای استفادن رضایی که در اندونزیا بود که در کانادا رفت حالا این دیگه کارم نه رفته اونجا قرار از این پابجی میلیون ها رو که درآمد دارن و یک آدم دیگه از این جلچه خو میگرم اندازه داره و بعد از اون باز اگر خوابه شوپی هم داره خوابه هم جمع میگرم این پابجی رو مهمند به صورت منفی استفاده نکنیم از تکنولوژی به صورت مثبت استفاده کنیم یک آدم هست که مثلا روزش در فیسبوک بیگامشم یا مثلا در نهایت یک بنلیری دارن یک لسپیکر هم خریده مثلا میگه آلوی اینا میخوام ژاپنی یه آلو چپس میشه از یک چپس جور میبخوره نم فهم اون که بیشت خواه میگرم تعریف مونه که مردم بخرن در نهایت بیگا خسته کفته من چند درآمد دارم شاید 2000 کلدار درآمد کنم ولی یک آدم دیگه چیز کار کردن رفته یعنی تکنولوژی و اینترنت و دپار گشته یک مدار وقت گذاشته سرش مسلط کده خود را از خانه خود کار مونه میلیونه ببینید ما میتونیم این رقمی استفاده کنیم از اون خاطر که ما که مهارت های زندگی رو یاد بگیریم دوستان خب ما زمانی که از فیسبوک اینو از پابجی زیاد استفاده کنیم برای دوستان خودم وقت نداریم برای مطالعه هم وقت نداریم پس بنابراین ما بی‌اعتبار میشیم مثل ما آدمی که یک شب برق نبود فیسبوک ها قطع بود بعد شش قدابه خزی ها قدابه خزی ها نخل کرد داخل بود بخدا آدم اگر برای خانواده وقت بله آدم قصه نخیر خوب مزه میده به خدا این بگاه برق نبود من که خانواده قصه گردم حالا ببینید ترفند دیگه ای که وجود دارد ایجاد ناامیدی کار مغز ما دارد ناامید میکنم چرا ناامید بونم مغز ما مارم؟ یه حالت رو به خود میرم برای اینکه که تو دمو حالت کسته یه حالت موجوده رو بسه پیش نبید، تغییر ندونم مگه خب فلانی ها که کار کرد ناامید شد، شکست خورد خب ما برم امور را همون امور را که برم باز شکست نه ما پیشتر برای شما از ادیسون گفتم ادیسون 2500 راه را انتخاب کرد ولی برق را لامپ برق را جور نتونستن ولی در 2501 یا 505 بود که جور کرد پس بنابراین مغز ما کوشش نمیشن ناامیدی ایجاد کنن بازی مغز خود نخورید تیره به زیر نخورید این مغز ما واقعا یک موجود خطرناکیه یک چیزی خطرناکیه اگر از پیشش استفاده کردیم اونو میشیم ابیسون اگر استفاده نکردیم میشیم دیگه اونو باید خواب کنیم از چانسا بس کسا این مغز ما با نمیره مگه وضعیت خرابه دیگه وضعیت نمیشه کار بکنه بکنه یک کم وضعیت بهتر شده امروز این کار رو نمیکنم خب خیلی امروز رو خیلی میکنم فردا و خیلی اول صبح شده یعنی این قبل که گفتی خراب میشه بعد اگر میگه تغییر کنم آخرش چی؟ اگر تغییر کنم آخرش چی؟ بعد کسایی که تغییر کرده باشی درستم؟ ما در این روزا چیزای جالب رو میشنویم که علیه کلاس ما یک سلسله توطئه ها را بعضی کسا را انداختن اتفاقا هم معلم نام خودم گذاشته معلم میگن که اینا منحرف میکنه آدم ها را راست بگن صادقانه انرژی که امروز دارین شما بعد از کلاس که مورین دارین در طول هفته قبلا داشتین پیش از اینکه در کلاس بیم
هدفی که برای خود ترسیم کردین یک چیزی دروغین واقعا ضرر کردین صادقانه بینید. خب بعضی کسان میگه که خب اینا بیراه هم اقرادن میکنه. من فکر کنم ما قبلا به بیراه رفته بودیم، ما دوباره در مسیر گرد شدیم. کاش هر کس به اندازه توان خود به یک خیشت بگذاره به جامعه. خب و یک کار دیگه ای که مغز ما میکنه تبز یک بابا رو ساخته است پیشنمون تغییر ما رو میترزانه، مگه که نرو با خدا، مگه که شکست میخوری. نگفتو مغز ما میشه یاد دسته که یک چیزی از درون ما صدا میکنه. بعد از اینکه در کار باش ما اگر شکست مخوریم مگه ما از درون ما یک فریاد رو میشنیم، مگه نگفتم که زوال اعتماد کن اونمو موچگیریه. من دیگه سما رو میگرم به نگفتم ما رو ملامت کرده. این کار بسیار کار نشایسته. مغز ما این کار رو میکنه. ما با شما چیز میگیم باز میگیم ما میگیم ترس ما قاتل آرزوهای ما. در درون ما یک قاتل وجود داره، او قاتل رو میشناسیم، او شما رو میکشن. او چیه؟ ترس. ترس آرزوهای شما رو میکشن، ترس رویاهای شما رو میکشن، ترس موفقیت شما رو میکشن، ترس انرژی شما رو میکشه، از شما میگیره. بنابراین این ترس رو بشناسیم، یک قاتل آرزوهای خود رو بشناسیم، قاتل رویاهای خود رو بشناسیم. او ترس هیچگاه ترس نترسیم ازش. درسته؟ پس بنابراین چی کار؟ من پیشنهاد میکنم برای شما مسافر شهر شانگهای باشه. شهر شانگهای در کجا موقعیت داره؟ در چین؟ خب شهر شانگهای در چین موقعیت. یک شهری دیگه هست به نام هنگ کنگ، اوش هم در چینه. یک روز بودن آدم رفت در ترمینال تیکیت خرید. یک از این آدم ها در شانگهای رایی بود، یک از این آدم ها در هنگ کنگ رایی بود مسافرت میکرد. بعد رفت تیکیت خرید، آردو آمد امیر قمی پلوی هم شش، آردو تیکیت در دستش کرد، دید که اون طرف یک دوسری نفر دیگه شیشتگی هم باید میخواد قصه میکنن. میگه عالم این شهر شانگهای یک شهر بسیار بده. چرا؟ برای از اینکه مادر هستم از ایش که پرسان که نیز مردم مگه پیزه بیده بعد مادر هستم که بگه. ولی شهر هنگ کنگ بسیار یک شهر خوبه. چرا؟ برای از اینکه بوری در فروشگاه هایش که در اونجا کلچه شیره نیزیاد نمون رقمی برزای خدا ایشته از کلچه بخوری اون طرف آوی معدنی رایگان ایشته بیا یک پرسا هم که بخوری گوشنه نمونی دیگر کارم که نکنی. خیلی شهر خوبه. مردم ها نظر میدین اونجا، مردم ها در رضای خدا خیرات زیاد میده، گوشنه نمونده آدم نیاز میده کار کنه. این آدمی که در هنگ کنگ رفت تیکیت گرفته بود میخواست بره، این دید که حالا اونجا جای من است. ما باید جایی برم که اونجا سختی ها باشه، کار کنم، زحمت بکشم، میلیونر شم، تجار شم، فکر تجارتی باشه. این آدمی دیگه ای که آدمی تنبل خدازده خوشگذران بود، طرف تیکیت رو سیل کرد، طرف رو سیل کرد، گفت حالا این چه جای من است، چه ما برم از گشنگی مهمون نه. تیکیت رو سیل کرد، ببخشید تیکیت رو بدل نمی؟ این باز خدا میخواست بود بفرد تیکیت خدا رو بدل کرد. این آدم که هنگ کنگ میرفت رفت شانگهای، آدمی که در شانگهای میرفت رفت هنگ کنگ، آدمی که در شانگهای رفت رفت دید که همه راستی هم مرتبه، همه آدم ها در مقابل حرف خود هم پول میگیرن. بعد چی کار کرد؟ رفت یک دوازده دانه گلدانی خرید، خاک گلدان رو بین پلاستیک آورد اینجا یک گفت خاک گلدان نمیخوام، گل رو بین از این کشتی می سوای شقدری گل میکنم، میوه میدیم با اون عطر بوی میدیم، سر تا تبلیغ کرد مردم آمد خرید بردن. بلا فکر تجارتی نمیشه. بعد از اون دید که اولا در وقتی که گلدان سودا میکرد طرف ساختمان ها فکرش افتاد، چون مغز اقتصادی داشت و هدف داشت، هدفمندانه رفته بود، دید که ساختمان های شیشه ای مثل یاسین پلازا خیلی زیاده اینجا، اما داخلش که رفت سعی کرد مثل شیشه باری پاک کرد، ولی بیرونش دود و مثلا دود موترا و خاکبات که همونده همونده چسبیده بسیار باشی خواهد به خدا میشه از اینجا پول داره. رفت یک چند تا سرچ خرید از این پودرهای رخشویی، یک چند تا صافی خرید، یک دو نفر دیگر هم خطفات کرا کرد. بعد رفت صاحب ساختمان گنگ زد و من اون ساختمان بیرون ساختمان در میخواهی پاک کنم در بلدر این خواهد پول میخواهی افتاد کار از اینجا شروع کرد. بالاخره هلا کار خیلی بزرگ کرد، تبدیل کرد به یک شرکت. پنج سال بعد یه آدم سفری داشته برای بچه، سفری داشت به شهر هنگ کنگ، آمد که یک مردکه جلمرغ بدبخت یا عاجز اونجا میگرد و دوخت شده، گفت که بودی چی میگرد دوخت شده میگرد، گفت تو خیلی آشنا مخلق قیافه بود.
خب بیزی پرسون که دید که اون مردکه ای هسته که 5 سال پیش تکیش خب با ما بدل کرد. یه آدمی که در هانگ‌کنگ رفت تبدیل شد به اون آدم، یه آدمی که در شانگهای رفت تبدیل شد به یک چنین کسی، به یک تجار. پس بنابراین من به شما پیشنهاد میکنم که مسافر شهر شانگهای باشه. همیشه برین به استقبال سختی ها. همیشه ریسک کنین. همیشه ترس خود خوش آمدید بگین، بغل کنین، داغوش بکشین، نترسید. اگر ترسیدید آرزوهای خود را بهش خداحافظی کنید. نمیرسید. هیچگاه نترسید دوستا. قوی باشین، شجاع باشین. درستم؟ درستم؟ پس شما از امروز به بعد آدم های باشهامت هستید. آدم های شجاع هستید. و این داستان چرا باز روز دیگه برای ما یادم بدیم که حالی وقت چیم نگیریم روز دیگه باشیم. ارتفاع ترس 6 سانتی‌متر. 6 سانتی. خدا. زیاد نیه. نه ترسیم. خب. ترفند و فریب دیگه ای که مغز ما و شما بلدن این ها که همه تغییرات رو بیارزش جلوه دید. همه که مگه تغییر کردن بعدش چی؟ فلانی تغییر کرده چی؟ فلانی درس خونده چی؟ فلانی که مثلا فاکل در خونده چی؟ ما پدر خدا به مرز من میشه یک حرف رو میگفت که هیچگاه یادم نمیره. امروز میخواییم او رو با شما شریک کنیم. پدر زمانی که من دانش آموز بودم در سنف 10-11-12 میگفت بچه درس بخونو، درس بخونو، پولم اگر پیدا کنی حداقل حداقل حرف خود گفته بتانی. پول اگر نبینی گوسندوق ببین بندازی 100 سال گوسندوق هم پول رو برید نگاه میکنی. اما تو اگر پول دارم شدی حداقل حرف خود رو بلد باشی چطور بگی. یکی هی حرفیش. حرف دیگه ای بود که میگفت عزیزم میگفت درس میخوانم امو پول رو امو نان رو که دیگر راز بیل و کلین پیدا میکنم تو از پشت میز پیدا کن. ولی من به حد یقل آرزوهای تو رسیدم که از پشت میز نان رو پیدا میکنم. ولی اما کافی نیست. چرا؟ برای اینکه که باید خیلی در قله های بلندتر باید به خیلی قله های بلندتر باید. از اون خاطر من پیشنهادیم برای شما اینه که سطح زندگی و مطالبات خود را ببرین بالا و کم قناعت نکن. هیچگاه به 80 و به 60 و به 50 قناعت نکنید. صد را بخواییم که 99 رو بده برای شما. همیشه از صد کمتر نخواهید. میفهمین؟ لاف معلوم نشد. یک چیز دیگه هم از تجربه خود بگیم برای شما. یک من 2 سال، 1.5 سال در کویجا هستیم. 3 تا ویزه از کشورهای اروپایی برای ما آمد. فامیلی. رایگان. ولی من هر 3 نرفتم. میفهمین چرا؟ برای اینکه در اونجا اون هدف که ما درون برآورده نمیشه. باید جایی بلندتر بره. اهداف خود رو ببرین بالا، استوای زندگی خود رو سطحش ببرین بالا. چرا؟ برای اینکه بیشتر کار کنیم، سخت‌تر کار کنیم، پخته‌تر بشیم، موفق‌تر بشیم. قراری نیه که تنها خود آدم نان بخوره و از گوشنگی علاقه بشه. در غیر دو برو خدمه مسجد هم اگر باشه مامای مسجد هم تو رکس نان میده. از نظر و اینا پشتن هم میده. ولی تو کسی باش که دیگرات در سایه است تو بیار. زندگی و از زندگی خود لذت بود. پس بنابراین صد زندگی خوب بردار. خب. و چی داره که همیشه ما برای کارمندهای دولتی همیشه هم میگفتم در قبول و اینجا برای شما میگیم بوز خود را بکشم. بوز خود را بکشم. یعنی چی؟ یعنی که اما درآمد روزانه کمی که داره او را بایش خداحافظی کنید بکشید. من زمانی که اینجا آمدم یک کسی ایتونی رو زاد گفته بودم در سمینارهای خود یک کسی از پشت ما مسیج داد برای ما گفت گاوی خود کشتی. ما رو میگفتی بوز خود را بکش خودت گاوی خود را خفه کردی کشتی. این گبر را برای ما واقعا گاوی خود را کشتی. ما واقعا گاوی خود را کشتی. بوز خود را بکشید. ببینید داستان از این طوری یک روز یک مرشید و مرید هر دو میرد تجار بود. یک نیمه تجار بود. رفت در یک دشت رسید کنجا خانه نیست خیمه هست. رفت کنجا پیش یک پیرزن دو تا پسر یک دو تا دختر داشت. بعد گفت که امشا عمر جای بدی جای داد. گفت که
شب شی بود، نان جو آورد با اینا، گفت ما یک بوز داریم از امون میدوشیم، سه چاشت از امون قدمان مخریم و روز خطر بود. بعد از اینا شیر آورده بود. صبح که صبح شد، رفت اینا به مسیر بود. در راه مرید به مرشید گفت که آقا، کار خوب نشد، یک کم شیر که اینا داشتن ما خوردیم. اینا وضعیت زیاد چطور خواهد شد؟ مرشید خیلی جدی گفت که دور بخار برو بوز ازوار بکش. خفه بکش. چون جدی گفت مزاق نداشت قدش، شوخی نداشت و در کمر شیش هوا که تاریک شد رفت بیچاره بود رو خفه کرد کشت. خاطر دسته با بال شد که بود مردن. رفت که بشت کنه، شیر زدن. بود اوشان. دید که مردن. بعد بچار بود دیگه بوزم مرد. خدا رحمتش کنه. دیگه خود ما باید کار بکنه. و یک شب در چوب فروشی شاگرد شد، یک شب در دکان انگری شاگرد شد، یک شب در دکان رخت فروشی خودش هم رفت در خانه کلا و کراموشوش پیسای خود جمع کرد و آوردن یک خره خره یک غرفه جا کرد نسوار آوردش، سیگریل آوردش، پاپر آوردش، نخاموهن پودر رخشویی آوردش خره خره یک کلان کردن تبدیل به یک مغازه کردن نه که یک سال تیر شد بالاخره صداقه دستور برای یک جای جور کردن همین رقمی حالا حالا کارهای تجارتی رو شروع کردن و چند سال بعد مردکه که تجار بوده پس آمد در این شهر گفت ما میخواییم این تجار مشهور این شهر بودن آمد در اینجا بعد از او باز این رو بردن در حرم سرا لباس نو آورد نانمان داد کفتین جمعان کنین لباس های نو باشین استراحت کنین دم خلاص کنین بعد تجار رو میبینید خب اینا که آمدن در چیزی ملاقات سالون ملاقات دید که خانوم آمد از اون طرف گفت تجار هم نیم تجار من گفت از این داشته های خود از تجربه خود برای ما بگو چطور تجار مشهوری شدی تو گفت اولا ما این که بوز داشتیم یک روز گسوا بال شدیم که مردن بعد مجبور شدیم رفتیم در دنبال کارهای دیگه اگر نه اون دمو قناعت میکردیم زندگی ما هم توال رو ادامه پیدا میکرد ولی اون بوز که مرد خدا سر ما رحم کرد بالاخره ما آمدیم شروع کردیم کار تجارت را به شکر اینجا به او خاطر دوستا به کم قناعت نکنین به او کاری که روزمره موریم چند کلدار در میاریم پس به اقام یا یه مخورین خلاص خیلی از معلمین رو ما میشناسیم باور کنیم 13,000 معاش دارن برش پیشنهاد کنیم بگیم بیا بریم یک کاری جدید بکنیم که برات ماهانه حداقل 1,00,000 درآمد داشته باشن مگه نه حالا اینجوری خوبه حالا فعلا نخت میکنیم چرا؟ برای اینکه مغز ما میگه این حالت موجود خوب ریسک نکن، خطر نکن، تغییر نکن خب و موفقیت در کجای دوست؟ موفقیت پیروزی از یک روی پر پیچوخندی مگذره تصور نکن کمی که هدف خود تعیین کردیم سرق پخته یا بایپاس هم مثل شیشه هاری در سر موتورسیکل سوار شد مبرتور میرسن هم راه رسیدن به هدف پر پیچ و خمی های زیادی داره خطرات و ریسک زیادی داره اونا رو به جان بخر هوشیارانه حرکت کن پلان شده حرکت کن تا به اون هدف برسی اگر هدف خود را خیلی مطور راحت میخوایی بهش برسی هدف خوبی نیسته یا هدفت خوب نیست یا تو واقعا برنامه نداره یا خوب هدف داره یا هدف خوب نیست به اون خاطر که دوستان خود مغز ما از چالش از به اصطلاح بگیم که استرس از تغییر از همه از اینا گریزانه میترسه اجازه نده که مغزت تو کنترل کنه کنترل مغزت خودت به دست بیاره و در مسیر موفقیت چالش های فراوان وجود داره و هیچ دلیل و بهانه ای را قبول نکنه و هیچ گاه نگو فردا به خاطر اینکه فردا خیلی دیره فردا خیلی دیره یعنی پار سال اینی عکس رو پار سال گرفته به جمع یک دیداد از عزیزان شاگردار پار سال گذشت اگر پار سال ما شاگردی شاگردای ما هر کدوم از یا بهترین آدم هایی هستن امروز در خیلی جای از اینا نام گرفته بشن اگر پار سال میگفتن سال دیگه شروع میکنن این سال خیلی دیره ولی اینا از پارسال شروع کرد نگفتن که سبا چون فردا من گفته بودم برای از فردا دیره فردا چای سرد میشه و فردا آدم ها پیر میشه یک سال پیرتر میشه
فرصت ها از دست میرن. پس بنابراین از امروز شروع کنیم برای امروز زندگی کنیم.